با درود. در گذشت مرتضی پاشایی خواننده پاپ، آن هم در سنین جوانی، قبل از هر چیز تأثرآور است، اما ماجراهای بعد از آن بسیار غافلگیر کننده بود. شبکه‌های اجتماعی بار دیگر قدرت خود را به رخ سردمداران رژیم کشیدند. موجی که در جامعه به راه افتاد نشان دهنده سمت و سویی است که نسل جوان ایران بدان روانه است. اقبال گسترده مردم و مشخصا نسل جوان به یک خواننده پاپ بسیار معنی‌دار است و نشان می‌دهد به رغم تمام هیاهوهای تبلیغاتی و برنامه‌های رسمی، زیر پوست جامعه اتفاقات مستقلی در جریان است. مردم ایران راه خود را می‌روند و در این میان نسل جوان فارغ از تحمیلات و تزییقات و تهدیدات، علاقمندی‌های خود را دنبال می‌کند. پس از اعتصاب قضای قنچه قوامی، دادستان رژیم در تهران موضوع پرونده او را تغییر داده و در برابر فشار نهادهای مدافع حقوق بشر اعلام کرد که اتهام قوامی شرکت در سالن والیبال نیست. وی اتهام قنچه را امنیتی اعلام کرد. اعمال فشار به زندانی برای اعترافگیری علیه خود شیوه غیر انسانی و ضد بشری است که توسط ماموران ولایت فقیه در سیاه‌چال‌های رژیم تاکنون به کار برده شده و در مورد قنچه قوامی هم به کار می‌رود. افشین سهرابزاده، زندانی سیاسی کرد مبتلا به بیماری سرطان، به رغم نیاز به درمان فوری خارج از زندان، با مخالفت مسئولان از بیمارستان به زندان بازگشت. به گزارش خبرگزاری هرانا، سحرگاه پنجشنبه دو زندانی امنیتی که در ارتباط با گروه‌های سیاسی معارض در شرق کشور به اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، منزل دو شهروند بهایی در روستاهای اطراف همدان به نامهای همتی و اقدسی در روستاهای اوج‌تپه و امزادجرد از توابع استان همدان به آتش کشیده شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه انقلاب کیانوش رستمی، محسن خدابندلو و نعمت فتحی را مجموعاً به 44 سال زندان محکوم و این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر به تایید رسید. جرم آنان عضویت در گروه دموکرات اعلام شده است. به گزارش همین خبرگزاری، محمد رضا پورشجری، معروف به سیامک مهر، وبلاگ نویس 52 ساله که تنها 38 روز پس از آزادی روز سه‌شنبه 8 مهر ماه مجدداً بازداشت شد، تحت فشار ماموران امنیتی قرار دارد تا یک بیوگرافی بر ضد احمد شهید بنویسد. خبرگزاری‌های حکومتی روز شنبه 24 آبان از محکومیت سعید مرتضوی به انفصال دائم از مشاغل قضایی و محرومیت 5 ساله از مشاغل دولتی خبر داد. حکم اعلام شده دیوان عالی رژیم در مورد پرونده کهریزک از میان 10 پرونده علیه مرتضوی جنایتکار است. به گزارش دیگربان، نیروگاه 500 مگاواتی اهدای علی خامنه‌ای به شهر نجف با حضور وزیر نیروی دولت حسن روحانی به زودی افتتاح می شود. رفسنجانی در دیدار با مسئولان معاونت ساماندهی و امور جوانان در وزارت ورزش دولت روحانی اعتراف کرد که زمینه‌ساز تشکیل داعش و سایر گروه‌های بنیادگرا در منطقه نظام ولایت فقیه است. بنا به گزارش سهام نیوز، بر اساس پروژه عملیاتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علیه دولت حسن روحانی، چند ماهی است که مراکز بیرونی در سازمان اطلاعات سپاه فعال شده است که این مراکز اهداف از پیش تعیین شده برای زمینگیر کردن دولت 11 را در فازهای مختلف عملیاتی اجرا می کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه به دانش آشتیانی، چهارمین وزیر پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت علوم هم رأی اعتماد نداد. آخوند علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، گفته پست‌های حساس نظام باید در اختیار نیروهای خودی و انقلابی باشد. فیلیپ گوردون، مشاور ارشد باراک اوباما در مسائل خاورمیانه، درباره مذاکرات هسته‌ای گفت رژیم ایران امتیازی می‌خواهد که آمادگی پذیرشش را نداریم. وی اضافه کرد که هنوز اختلافات زیادی همچنان در میان است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت در صورت حصول توافق هسته‌ای واشنگتن تحریم‌های رژیم ایران را تنها تعلیق می‌کند. جان کری وزیر امور خارجه در یک کنفرانس خبری گفت به دنبال توافق با رژیم ایران هستیم، ولی نه هر توافقی. ما می‌خواهیم به توافقی با رژیم ایران برسیم که از ساخت بمب هسته‌ای توسط آنها جلوگیری کند. بیش از 40 سناتور آمریکایی با ارسال نامه‌ای به اوباما خواستار طرح برنامه موشکی رژیم ایران در مذاکرات هسته‌ای شدند. پلیس استان قم خواستار اعلام تعطیلی 2 روزه در قم همزمان با برگزاری کنگره بین‌المللی خطر جریان‌های تکفیری در این شهر شد. این در واقع یک حکومت نظامی 2 روزه خواهد بود. شب و روزتان خوش.